به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه عالمیان است، همان خداوندی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ترجمه: و انسان را به اطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را در سستی و ناتوانی برداشت و جدا کردن او از شیر مادر 2 سال است، با اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکرگویی و به سوی من از بازگشت. و گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله که او یکتا و بی همتا است. و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ای الله، بر او و بر آل اصحاب او و بر هر کسانی که با وجه احسن از او تا روز رستاخیز پیروی نمودن رحمت و سلامتی نازل فرما. و بعد، همانا نیکویی اسم عام و شاملی است که همه خصلت ها و ویژگی های ستوده، صفت های نیک و اخلاق خوبی را در بر می گیرد، که این چنین خصال در نفس و وجدان انسان اطمینان بار می آورد و باعث انتشار محبت میان مردم می شود و استقرار و آرامش را برای مجتمعات به ارمغان می آورد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نیکویی پرسیده شد، چنین پاسخ داد: البر و حسن الخلق، یعنی نیکویی خوش اخلاقی است. بدون تردید والدین سزاوارترین کسانی هستند که باید انسان همراهشان با نیکویی رفتار کند. خداوند متعال ما را دستور داده تا با ایشان به نیکویی رفتار نماییم و در برابرشان با ادب و مهربان باشیم و برایشان بال عاجزی و فروتنی هموار نماییم. هنگامی که با کتاب خداوند و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر بیاندازیم، می بینیم که رابطه میان فرزندان و والدین را چگونه تنظیم نموده است. چنانچه می فرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمة: پروردگار تو حکم کرده است که به جز او هیچ کسی و هیچ چیزی را پرستش نکنید و با پدر و مادر نیکی کنید. اگر کسی از ایشان یا هر دویشان نزد تو به بزرگسالی میرسند، پس به ایشان اوف مگو، یعنی کمترین اهانتی مکن و بر ایشان بانگ مزن، بلکه به ایشان به نیکویی سخن زن و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران و بگو: ای پروردگار، آنها را ببخش همچنان که مرا در خردسالی تربیه کرده اند. در واقع پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده که نیکویی و وفاداری با والدین پس از نماز که ستون دین و بزرگترین پشتوانه اسلام است، بهترین عمل می باشد. هنگامی که از بهترین عمل نزد خداوند پرسیده شد، فرمود: ادای نماز در وقتش. کسی پرسید: سپس کدام عمل نزد خداوند بهتر است؟ در پاسخ فرمود: سپس رفتار نیکو با پدر و مادر. کسی گفت: سپس کدام عمل؟ گفت: جهاد در راه خدا.
در حقیقت اسلام ارزش رفتار نیک با والدین و خوبی با آنها و اهتمام دادن به آنها را بلند برده است. سپس مادر را به بیشتر نیکویی کردن، اهتمام دادن و مراعات کردن خاص می کند. طوری که مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، کی سزاوارترین شخص که همراهش به نیکویی رفتار نماییم؟ فرمود: مادرت. آن مرد گفت: سپس چه کسی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت: سپس مادرت. باز آن مرد گفت: سپس چه کسی؟ فرمود: سپس مادرت. آن مرد گفت: سپس چه کسی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت: سپس پدرت. از مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است، فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم چه کسی دارای بزرگترین حق بر زن است؟ فرمود: شوهرش. گفتم: پس چه کسی دارای بزرگترین حق بر مرد است؟ فرمود: مادرش. در این امر جای تعجب نیست، چون اگر مادر سزاوار نیکی و وفاداری نیست، پس چه کسی می باشد؟ چه کسی به نیکی و وفا سزاوارتر از مادر است که فرزندش را 9 ماه کامل در شکم خود حمل می کند، طوری که سختی و درازی این 9 ماه برابر 9 سال است و در وقت وضع حمل مشکلات طاقت فرسا را متحمل می شود و از سینه خود به انسان شیر می دهد و با دستان خود پلیدی و نجاست انسان را می شوید و در هنگام طعام خوردن و فرزندش را بر خود ترجیح می دهد و اگر فرزندش دچار بیماری یا مشکلات شود نهایت خسته و اندوهگین می شود و اگر میان زندگی فرزند و مرگ خودش انتخاب داده شود با صدای بلند زندگی فرزندش را انتخاب می کند و چه کسی سزاوار وفاداری است از کسی که پروردگار جهانیان در قرآن کریم پیرامون او چنین توصیه نموده است: و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. ترجمه: و به انسان توصیه کردیم که با پدر و مادر خویش نیکویی کند، مادرش او را با ناراحتی در شکم خود برداشت و او را با ناراحتی زایید و دوره حمل او از شیر باز گرفتنش 30 ماه می باشد. در حقیقت بزرگترین فضل و احسان خداوند بر انسان این است که او را بر نیکویی با والدین و با ویژه با مادرش موفق می گرداند. پس کسی که بر نیکویی با مادرش هدایت کرده شود، در واقع خداوند به او خیر و خوبی زیاد و بزرگ و برتری والایی را نصیب نموده است، طوری که نتیجه ای برکت و توفیقی آن را در دنیا میبیند و امیدوار ثواب و پاداش نیک و مغفرت آن در آخرت میباشد. در حقیقت نیکویی با مادر دارای فضائل و نتایج نیکی است که آن را نیکوکار در دنیا و آخرت به دست میآورد. از آن جمله بر آورده شدن نیازمندی ها، رفع و دفع مشکلات، پذیرفته شدن دعا. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمود: باری 30 نفر در راه می رفتند، ناگهان دچار ریزش باران شدند، پس همه ایشان به غاری در کوه پناه بردند، پس سنگ بزرگی از کوه بر دهان غار آنها افتید و دهان آن را بند کرد. پس برخیشان بر برخی دیگریشان گفتند: ببینید، هر عمل نیکی را که برای رضای خداوند انجام داده اید، توسط آن از خداوند بخواهید، شاید این مشکل را از ما رفع نماید. یکی آنها گفت: خدایا، من پدر و مادری
بزرگسال و همچنان فرزندان خردسن داشتم. همیشه رعایت آنها را می کردم. هنگامی که صبحگاهان بیرون می رفتم، برای آنها شیر می آوردم. در توزیع شیر اول از پدر و مادر شروع می کردم. پیش از فرزندانم آنها را شیر می دادم. و روز اندکی با تاخیر برگشتم. هنگامی که بیگاه برگشتم، دیدم که پدر و مادرم خوابیدن. پس به طور عادی مانند هر روز برایشان شیر آماده کردم و بالای سرشان استاد شدم. دلم نشد آنها را بیدار کنم و همچنان دلم نشد پیش از آنها با فرزندانم شیر بدهم. و فرزندانم تا صبح به پیش قدم های مفتیده بودن. پس ای خدا، تو می دانی که من این کار را فقط برای رضای تو انجام دادم. پس برای ما دری را بکشا تا از آن آسمان را ببینیم. پس خداوند برایشان دری را باز نمود و از آن آسمان را دیدن. سپس هر کدام آنها توسط عمل نیکشان از خداوند خواهان گشایش شدند. پس خداوند مشکلاتشان را رفع نمود. و گروهی از مردم یمن نزد حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه آمدند. از ایشان پرسیدند: آیا میان شما اویس بن عامر هست؟ تا که پیش اویس آمد و گفت: آیا تو اویس بن عامر هستی؟ گفت: بله. گفت: از مراد و سپس از قرن هستی؟ گفت: بله. فرمود: تو مرضی پیس داشتی، حالا جز موزی یک درهم صحت یاب شده ای؟ گفت: بله. گفت: مادرت زنده است؟ گفت: بله. گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود: روزی اویس بن عامر همراه گروهی از اهالی یمن از مراد و از قرن می آید که او در اصل دارای بیماری پیسی بود. سپس از آن صحت یاب شده جز به اندازه سر یک درهم. و او مادری دارد که با او رفتاری نیک می کند. اگر او به خداوند سوگند یاد کند، حتما خداوند او را از سوگندش براءت می دهد. پس اگر توانستی که او برای طلب مغفرت نماید، حتما چنین کن. پس برایم از خداوند طلب مغفرت نما. پس او برایش طلب مغفرت کرد. پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به او گفت: می خواهی کجا بروی؟ گفت: می خواهم به کوفه بروم. گفت: آیا برای امیری آنجا ننویسم تا تو را نزد خود بدارد و احترامت کند؟ گفت: من در صحرا با مردمانی می باشم که آنها را دوست می دارم. پس در سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره بر این است که خداوند دعای او را به سبب رفتار نیکش همراه مادرش استجابت می کرده است. اجر و ثواب بزرگی است. از معاویه السلمی روایت است که می فرماید: نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و گفتم: یا نبی خدا، می خواهم همراه با شما جهاد کنم تا بتوانم رضامندی خداوند و پیروزی آخرت را به دست بیاورم. جنابشان فرمودند: آیا مادرت حیات است؟ گفتم: بله. فرمود: برگرد و با آن نیکی کن. باز از یک پهلوی دیگری آمدم و گفتم: یا نبی خدا، می خواهم همراه با شما جهاد کنم تا بتوانم رضامندی خداوند و پیروزی آخرت را به دست بیاورم. جنابشان فرمودند: آیا مادرت حیات است؟ گفتم: بله. فرمود: برگرد و با آن نیکی کن. باز از پیش رو آمدم و گفتم: یا رسول الله، می خواهم همراه با شما جهاد کنم تا بتوانم رضامندی خداوند و پیروزی آخرت را به دست بیاورم. جنابشان فرمودند: آیا مادرت حیات است؟ گفتم: بله. فرمود: برگرد و به قدم های او بنشین، زیرا زیر پای او جنت است. و از کعب بن عجره رضی الله عنه روایت است که یک مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تیر شد. اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم
بر قوت و جوش او نظر کردند و تعجب نمودند و گفتند یا رسول الله چی می شد این همه را در راه خدا می بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر او سعی و کوشش برای به دست آوردن رزق برای فرزندانش می کند این در راه خدا است و اگر این سعی و کوشش را برای مادر و پدر بزرگ سالش می کند هم در راه خدا است. کفاره گناهان و بدیها است. از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله از من گناهی بزرگ و عظیمی سر زده است، آیا برای من توبه است؟ فرمودن آیا مادر داری؟ گفت نه خیر. فرمودن آیا خاله داری؟ گفت بله. فرمودن برو و با آن نیکی کن. سبب بدست آوردن بهش و بلند رفتن درجه می گردد. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که می فرماید گفتم یا نبی خدا کدام یک از اعمال و کارها نزدیک کننده به بهشت است؟ فرمود ادا نمودن نماز به وقت آن. گفتم دیگر چه چیزی یا رسول خدا؟ فرمودن نیکی با والدین. و از حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خوابیدم و بهشت را به خواب دیدم و صدای تلاوت و قرائت قرآن را شنیدم. گفتم این کیست؟ گفتن این حارثه بن نعمان است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این است نیکی، این است نیکی. و حارثه کسی بود که در نیکی با مادرش در بین مردم شهرت داشت. پس بر ما لازم است که بر پدران و مادران خیش نیکی کنیم و بر آنها وفادار بمانیم و به این باور و یقین داشته باشیم که نیکی کردن با آنها بر ما دین است و همین طور نافرمانی از آنها همچنان بر ما دین است. قسمی که رفتار میکنی همان گونه با تو هم رفتار میشود. به خاطر که نافرمان برداری از والدین سبب نارضایتی الله تعالی میگردد و سزای این نافرمانی را الله تعالی در همین دنیا قبل از آخرت میدهد. نظر به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرموده در دو کار الله متعال عجله می کند، سرکشی و نافرمان برداری از والدین. و همچنان در حدیث دیگری آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است به بهش نمی رود نافرمان بردار و منت گذار و کسی که معتاد نشست. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادراني مسلمان، نيكي با والدين وخاصة نيكي با مادر جاي ومحل اتفاق بين تمام شريعت هاي آسماني مباشات. چنانچه الله تعالی می فرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. ترجمه و بیاد آورید وقت را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیز دیگر را نپرستید، با پدر و مادر رفتار نیکو کنید. و در قول دیگر خود الله تعالی در خطاب به تمام مردم می فرماید ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ترجمة وإنسان را بإطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را در سستی و ناتوانی برداشت و جدا کردن او از شیر مادر دو سال است. به این که مرا و مادر و پدر خود را شکر نمایی و به سوی من از بازگشت. دین مقدس اسلام راه نافرمان برداری را قطع نموده است بر هر آن که نافرمان برداری می کند. بعضی از جوانان می گویند که آنها بیشتر حق دارند بر والدینشان و با آنها سختی و رفتار نادرست، زشت و ناپسند می کنند. ما بر این قسم مردم می گوییم که شریعت مقدس ما را به احسان و نیکی با والدین امر نموده است و امر نموده که با آنها نیکی کنیم،
حتی اگر آنها کافر هم باشند، یعنی کفر آنها علت برای نافرمان برداری از آنها شده نمی تواند. و در این بار الله تعالی می فرماید: و این جاهداك على ان تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. ترجمه: و اگر پدر و مادرت را بر این وادارند که به من شریک بیاوری، چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن، ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به آنچه که می کردید آگاه می گردانم. و از اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما روایت است، می فرماید: نزد من مادرم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در حالی که مادرم کافر بود و او می خواست با ما صله رحمی نماید. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم و گفتم: آیا با مادرم صله رحمی کنم؟ فرمود: بله، با مادرت صله رحمی کن. پس با والدین نیکی کنید حتی اگر کفار هم باشند، تا آن زمانی که اگر آنها شما را به گناه و معصیت و کفر دعوت می کند، پس از آنان اطاعت نکنید. در غیر آن هیچ وقت با آنها بد رفتاری نکنید، چنانچه که الله تعالی امر فرموده است. و صاحبهما فی الدنیا معروفا. ترجمه: با ایشان در دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن. و بر شما لازم است تا درک کنید که این بهتری شما نیست، بلکه این حق و واجب آنها بر شما است و با کوتاهی در این حق گناهگار می شوید اگر انجام ندهید. پیروزی و کامگاری نصیب کسی باد که با مادرش احسان می کند و در نیکی با آن تلاش می کند و سعی برای به دست آوردن رضای او می کند. از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: رضایت و خوشنودی الله تعالی در رضایت والدین است و غضب و قهر الله تعالی در غضب و قهر والدین است. یا رب، ما را توانایی نیکی با پدران و مادران من اعطا فرما و با آنها مغفرت نصیب بگردان و بر آنها رحم کن، قسمی که ما را در کودکی تربیت نمودند.